چه لزومی داشت آخه؟ خجالت هم دادین. اختیار دارین، قابل تو نداره. خیلی قشنگی. خوشحالم که پسندیدیش. وای دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. قابلی نداره، مبارکت باشه. خواهش میکنم اینا رو هم بدین به بچه ها، اسمشون رو روشون نوشتم. باشه حتما، خیلی ممنون. من برای چیزی نخریدم. فهمیدم. وای دیگه خجالتم نده. اونجا هوا چطور بود؟ سرد. ایناش ببینم. از کانادا ایمیل زدن. اونی که منتظرش بودی؟ انشالله که اونه. وقتی نمودار فروش 10 روزه رو ببینید متوجه پیشرفت حیرت انگیز ما میشه. یعنی از الان مشخصه که کارمون گرفته. البته نمیخوایم زود قضاوت کنیم ولی انگار همینطوره. خیلی خوبه. اگه فروشمون همینطوری افزایش پیدا کنه در عرض 2 ماه چند تا شعبه جدید باز میکنیم و نه تنها پولی که گذاشتیم شاید 3 برابر پولمون رو برداشت کنیم. به نظر شما 2 ماه مدت کوتاهیه نه؟ همینطوره. موفق شدیم گنه، بزن قدش. خیلی خوب، از حاشیه بیاییم بیرون، به کارمون برسیم. یعنی کار ما حاشیه محسوب میشه؟ نه بابا، معذرت میخوام. باریش کارت دارم، ببخشید مزاحم جلساتون که نشدم. هنوز شروع نکرده بودیم. کانادا قراردادمونو امضا کرد. جدی میگی؟ گفتم خبرشو بهت بدم، الان ایمیل زدن. باورم نمیشه. بفرمایید. توی اولین بار معادل 1.5 میلیون دلار جنس میخوان. عالیه، تبریک میگم. موفق شدیم. موفق ترم میشه، بهت که گفتم. میبینی تو اولین بار 1.5 میلیون دلار. بهت افتخار میکنم. بانو تو هم سهمتو میبری، درآمد کار شما کنار این مثل پول خورد میمونه. اینه که بزن قدش داره مگه نه؟ خیلی خوب، باید جشن بگیریم. راست میگی. خیلی خوب بریم دیگه. بله کوزی. الو کنه. مگه واسه همه شبه ها مجوز نگرفته بودی؟ چه مجوزی؟ خب بعدش چرا داری به من میگی؟ وسط این همه کار باید اینم حل کنم؟ مرتی که خنگ، گفتم مگه تو حلش کنی؟ باستم در جریانت بذارم که بدونی، وگرنه خودم میدونم باید برم شهر داری. اگه میتونی خب برو حلش کن، واسه چی به من زنگ زدی؟ اصلا تقصیر منه که آدم حسابت کردم و بهت زنگ زدم، اشتباه کردم، غلط کردنه واسه این جا گذاشتن. هرستو سر کوزه خالی کردی؟ عزیزم من 1/2 ساعت در مورد قراردادمون با کانادا جلسه دارم. آخرین بارت باشه که جلوی مامانت و باریش کار جدیدمونو تأخیر میکنی. تأخیر نکردم. منم خار نکن گونه. من چیزی نمیگم، تحمل میکنم. وقتی مامانتون کت و شلوار داد تحمل کردم، تنها و تیکای باریشم تحمل میکنم، ولی بانو مبادا مبادا تو هم دیدت مثل اونا بشه. من خودمو میشناسم، میدونم هدفم چیه. هر چقدر میخوان اذیتم کنن چیزی نمیگم، هر چقدر میخوان کفر منو در بیارن نه عصبانی میشم نه چیزی بهشون میگم. فعلا تحمل میکنم، نوبت منم میرسه به زودی، خیلی زود. باشه باشه، آروم باش. خونسرد. نمیتونم آروم باشم عزیزم. کسی با تو کاری نداره، این دوتا کارو با هم مقایسه نکن. یه طرف شرکت سینان هراس، یه طرف هم شرکت بانو و گنه. معلومه که با هم دیگه فرق میکنن. بعضی وقتا تحمل باریشو ندارم. همه چی داره خوب پیش میره مگه نه؟ ولی توصیه‌م اینه که همیشه خونسرد باشی.
اجازه نده باریش فکر کنه میتونه تو رو عصبانی کنه. لطفا عشقم میرم سهممو بگیرم و بیام.